کتابی آوردم خدمتتون، کتاب آقای علی شریعتی در نام علی، کتاب قطوری است. این آقای شریعتی بارها عرض کردم مرد شریفی بوده، من در این چیز شک و تردید ندارم، اما اندیشه هاش همه مغالطه آمیزه. یکی شما مبانی اندیشه از ابتدای کار سوس باشد، شما یا به مغلطه برخورد میکنی یا به تضاد. این است که این بزرگوار در اون مقطع تاریخی که از کنم که احزابی نبود و نمیدونم کار سیاست به صفر رسیده بود، از اون آدمایی بود که اسلام گرایی کرده بود، خلاصه سنگر اسلام و امامت و تشیع و تشیع صفوی، تشیع علوی و از این جور داستان‌ها در آورده بود. هر کارش را شما می‌خوانید پر لفاظی و پر از مغالطه است. ایشون رفته بوده حج، میپرسه از یکی از این حاجیای عرب اونجا که آقا شما امام جعفر صادق رو میشناسید؟ میگه نه، امام جعفر صادق کی باشه؟ آقا شما امام جعفر صادق رو نمیشناسید؟ میگه ما نمیشناسیم، ما یه پیغمبری میشناسیم، این از کنم که خلفا رو میشناسیم، اما شخصی به نام امام جعفر صادق رو نمیشناسیم. باری بعد لفاظی های عجیب غریب و یه قطعاتش هم براتون میخونم که چگونه به مغالطه رسیده این مرد بزرگ، و بعد توضیح میدم خدمتتون. بله، چقدرم صحبت میکرده. خب ببینید، ضمن اینکه آقا داره صحبت میکنه، ما میتوانیم از قلم او دریابیم که از کنم که بعض حقایق چگونه بوده در باب تاریخ اسلام و این آقا چگونه مینگریسته، و بعدم میگم خدمتتون چرا مغالطه آمیز است. میگوید که از قول حضرت علی، اگر زمام خلافت به دست من افتد، حق مردم را اگر اینان در قباله زنانشان کرده باشند بیرون خواهم کشید و به مردم باز خواهم داد. خب و این بود که تا زمام رهبری جامعه را به دست گرفت، به جای فتوحات سرزمین های کفر و مسلمان کردن اقوام غیر مسلمان، مبارزه طبقاتی را در جامعه مسلمان آغاز کرد و به استقرار برابری و احقاق حق مردم پرداخت، یعنی حضرت علی. و به جای اون که بهترین نیروهای مجاهد و قدرت‌های جوان مسلمان را از همه سو به یورش و ایلغار بر سر ملت‌ها فرستاد، یعنی که عرض کنم که این مسلمین عرب‌ها کارشون یورش و ایلغار بوده، اینا معانی حرفای آقای شریعتی است و درست هم هست، یورش و ایلغار بر سر ملت ها فرستاد و در سرزمین های دور ماوراء النهر آفریقا و اسپانیا و مصر و روم به جنگ های جهانگیرانه مشغول دارد که یا بهشت بروند یا زندگی مردم را جهنم کنند. بسیار عبارت پرزور و خوبی گفته. اینا با شمشیر اسلامی آمدن زندگی مردم را جهنم میکردن که اونا را به بهشت بفرستن، یعنی مسلمان بشن برام به بهشت. خیلی حرف با معنی. پس این آقا هم که از کنم از معروفترین مسلمین بوده است در روزگار خودش و هنوزم شهرت داره، ببینید به چه به درستی مسائل رو در اینجا گفته. اول مقالتش هم میگم کجاست. بله خب، یا خب بفرستد، بله یا بله که مشغول داره که یا به بهش بروند یا زندگی مردم را جهنم کنند، مثل کاری که آخونده در ایران میکنن امروز، و با ایجاد قدرت و ثروت و تبلیغات امانفریبانهی که پرچم اسلام را در شرق و غرب اهتزاز آوردیم و معابد ملت‌ها را ویران کردیم یا به مسجد بدل نمودیم و صدها هزار دختر و زن مردم را به اسارت مسلمین گرفتیم و در بازارها فروختیم و و و بر برج کلیسای روم بانک از آن برداشتیم، تا بدین گونه اذهان عمومی را از مسائل داخلی ستمها، قصرها، بانبازی‌های سیاسی، تبعید ابوذرها و روی کار آمدن مروانها و دوباره همه کار شدن همان اشرافی که پیش از اسلام هم کار بودن و تبدیل اسلام از یک انقلاب فکری اجتماعی به سر قدرت سیاسی نظامی و از ویران شدن خانه محمد و خاموش شدن فریاد فاطمه و کنار رفتن سران وفادار، اینا رو داره مغالطه میکنه دیگه. حالا بر صورت خب میخواهد بگوید که علی از شبت که در این کارا شرکت نکرد و در جهانگیری شرکت نکرد، و این چرا نکرد؟ به جهت اینکه میخواست که مبارزه طبقاتی بکنه. این آقا متوجه نشده که این بنیان این کارها در صدر اسلام گذاشته شد. خود این علی بتخانه ها رو خراب میکرد، معابد مردم رو. همین علی دست اندر کار، یکی از افتخارات علی این است که بر شانه محمد رفته بت خراب میکرده. ملاحظه میکنید وقتی که اصل کار انسان، اصل استدلالش درست نیست، به مغلطه میفته. حرفایی که زد همه درست بود در اینجا.
یعنی اینها هم زندگی مردم رو جهنم میکردن که به بهش ببرن، هم معابد مردم رو خراب میکردن به جاش مساجد بسازن، هم اسیر میگرفتن مردم رو بدبخت میکردن. و این کارها از زمان حضرت رسول به دستور ایشان به دستور قرآن شده بود. آقای شریعتی فراموش کرد این داستان. احمد بوچکن خلیلانه با علی در حرم شد از خانه، اون که بر قفل دل کلید عطا زد پی فتح باب دندانه، بهر تخریب بت علی را گفت پا به دوشم گذار مردانه. اون مأمور تخریب معابد که یکیش هم همین علی بوده. حالا این عرض کنم که به عنوان یکی از کارهای مهم و اینا به این منصوب میکنه، حالی که بت‌های بزرگ رو عرض کنم که مأمورش خالد بن ولید بود، جایی که نیازمند یک کار دیپلماتیک کار جنگی بود علی رو نمیفرستاد حضرت. اما این قضیه رو آقا اینجا فراموش کرده که در باب کسی داره صحبت، کسی دفاع میکند که خود کارش در همه کارها مشارکت داشته. ای آقا در خراب کردن معابد و کشتن مخالفین اینو آقا مشارکت داشته، مشارکت مستقیم داشته، از چه چیزش میخواد دفاع کنه؟ و اینی هم که میگوید که علی در از سبب که فتوحات و اینها به جای این کارها را نکرد، نه نه اینکه نمیخواست بکنه، نمیتوانست بکند، یعنی شرایط اینا مقالطات دیگه ملازم فرمایید. یعنی یکی نبود به این آقا بگه آقای محترم شما شرایط روزگار عثمان رو در نظر بگیر، جنگ داخلی شده بود بر اثر کارهایی که عثمان کرد، مردم ناراضیان بودن، لشکرها آمده بود از بصره و کوفه و مصر و اینها، جنگ داخلی بود و علی سیاستمدار نبود، نشسته بود اونجا و عرض شد که یک مش گدای روزخان رو گدای نمازخان فرستاده بود در ایالات و ولایات، به جز اینکه دو نفر آدم حسابی کسی باش همکاری نمیکرد، اون زور و قدرت و درایت و سیاست رو نداشت که نه که مخالف باشه که جای دیگر رو بگیره. بله و بعد اینجا توضیح داده است و اینها و عرض شود که یکی از رسم اسلام از روز نخستین این بود است که برای نابود کردن دیگراندیش و کسانی که مخالفت داشتن واژه ها اختراع بکند، برچسب ها بزند، کفار، منافقین. اینها هم اختراعات اسلام است که هنوز هم کاربرد داره در ایران و افغانستان و اینها، چه خونها ریختند در کل منطقه. یکی کافر است، کافر. حالا اون آقای محترم در ایران نشسته، مثلا عرض میکنه وقتی که جامعه به انحطاط میره اتفاقات بسیاری میفته به لحاظ فرهنگی. فرض میکنیم یک آقای نشسته با یه تحریشی حاجقات، چند بارم سفر مکه رفته و اینها، یه آقازاده رو با تحریشش فرستاده انگلیس و برگشته، آمده عمله زور شد، دزدی میکنه، رشوه میگیره، ظلم میکنه، عرض میشود که ممکنه شکنجم بکنه و مال مردم هم میخوره، اما شغل خیلی محترمی دارد. حسبی همین از الحمدلله رب العالمین که این بنده زاده بسیار شغل محترمی دارد در جامعه فلان. این آقا شریعتی هم اشاره به مطلب کرده اتفاقا در این کتاب. اما اگر این آقا مثلا این ریشش رو بتراشه، یک وقت یک لیوان آبجو هم خورده باشه، آبروی ما رفت. آبرو، ببینید آبرو چجونه مفهوم شده. آبرو یعنی با دزدی و آدم کشی و دروغ و ریا اینها آبرو سر جاش محکم میماند، با یک لیوان آبجو آبرو میرود. بله اینها عرض کنم که در این سنت منحط شیعه و سنت منحط اسلامی که عرض کنم به ما رسیده است، اینها جا افتاده این قضایا و مسائل. کفار را میکشند، کفار. و این علی هم عرض کنم که برچسب میزد و این دفاع کرده این آقا از برچسبای علی. ساقطین، ببخشید قاسطین، عذر میخوام، قاسطین، مارغین، ناکسین. ناکس البته اون ناکس ایرانی نیست، اینا سه نقطه است، از عهد شکنندگان، عهد شکنندگان مثل طلحه و زبیر و عایشه اینا ناکسین بود. قاسطین از قسط و عدل، یعنی مخالفان قسط و عدل. قاسطین معاویه و از کنم که دوروبرش و کسان کار او اینها قاسطین و مارغین،
با این برچسب‌ها عرض کنم که جنگ خونریزی بود و اصلا کار حضرت علی علیه السلام از روز نخستین خونریزی و جنگ بوده تا روزی که او رو کشتن. گفت ای کشته کرا کشتی تا کشته شدی زار یا باز که او را بکشد اون که تو را کشت؟ گفت کسی که با شمشیر بکشه با شمشیر نابود میشه. کار ایشون خشونت بوده، حالا فضیلتاش هم بر سر جاشه.